سلام عرض می‌کنم خدمت دوستا. یه چیزی که می‌خواستم بگم که جالب اینه که بعضی موقع یوتیوب وقتی شما مثلا یه دونه کامنت می‌نویسید یا یه لینک بهش وصل می‌کنید، یکی دو بار که اونو کپی زدید و جای دیگه زدید میگه اسپم بوده و خلاصه شما رو از دادن کامنت منع می‌کنه. مثلا دیشب من این نوار آقای ستاره که 1977 خریده بودمش نشون دادم و یه لینک گذاشتم که اون دوستانی که آهنگ دوتا از این آهنگار گذاشته بودم و اسم غلط نوشته بودم و آهنگساز غلط، شاعر غلط، همه غلط بود نوشته بودن تصحیحش بکنن. و دوست عزیزی به نام عباس فرهانی ایشون هر دو ویدیوشون رو تصحیح کردن، ولی که متاسفانه یوتیوب فکر کرد که من دارم اسپم میکنم که مثلا یه کامنت رو سه جا نوشته بودم تو سه تا ویدیویی که اسم رو غلط برسود. تا دو هفته دیگه معذورم از اینکه کامنت ها رو جواب بدم، نمیذارن جواب بدم و بعدا انشالله جواب میدم. ولی خب یه فرصتی هست، من این یه خورده کلکسیون بساب چیزم و نواره همتون نشون بدم که خیلی کم دیگه فرصت میکنم برم گوش کنم، ولی خب هستش و اینا رو نگه داشتم. یه وقت بود نزدیک بود بندازم همه رو دور، ولی گفتم حیفه و واقعا چیزهایی پیدا کردم توشون که خوشحالم که اینم تیپ بریم مارس که هنوز نو نوه و راحت بتونیم تیپ هنوز باش پخش کنیم خدمت شما. شاید که یه چیزی که واسم دونشون بدم، واقعا یه نواری بود، یه ست نوار بود که انقلابی در حساب موسیقی ایرانی ایجاد کرد و موسیقی اصیل رو دوباره زنده کرد و این گلهای تازه آقای شجریان بود که اون موقع به نام سیاوش شجریان بود، نه محمد رضا شجریان. و میبینید که این هم نگه داشتیم و نسبتا سالم است و ستا نوار توشه و البته فکر کنم نوارش دیگه زیاد خوب کار نکنم، ولی کن از نظر دیسکریپشن آهنگا و حساب اینا همه هستش. و اینو هم فکر کنم حدود سال 1978 پدرم برام آورد از ایران و دارم اینو. همچنین یکی دیگه آورد در همون زمان از عبدالوهاب شهیدی، گلهای تازه، که اینم شامل سه نوار هست که اینا رو هنوز دارم. و اینجا هم دربارشون نوشته شده. به هر صورت به نظر من خوبه که وقتی که ببینیم کسی اشتباه نوشته، خواننده یا نوازنده یا آهنگساز یا شاعری، و ما اینو تصحیح بکنیم که حساب، چون تو یوتیوب هر کسی هر چیزی میتونه بنویسه. مثلا من دیدم که آهنگ فرنگیس آقای قمشی رو چون امادرام خونده یه دیگه نوشتن که نه این امادرام اول خونده، یاد امادرام ساخته، اینطور نیست. آقای سعید دبیری مثلا اون آواز رو گفته بود و آقای قمشی روش آهنگ گذاشته بود و بعد خود آقای قمشی هم خونده بود، بعد با آقای امادرام داده اونم بخونه. به صورت خوبه که آدم اینفورمیشن یا اطلاعات درست داشته باشه. و خلاصه به همین بسنده میکنیم. این کنکسیون هم نشونتون دادم، لطف کردیم گوش کردیم، مرسی.